طبق معمول شنبه گذشته این هفته هم با هفته نامه ویدیوی زومجی همراه باشین تا ببینیم توی هفت روز قبل چه اتفاقایی تو دنیای سرگرمی افتاده خیلی ممنون خواهش میکنم خب اول بیان یه نگاهی بندازیم به آمار فروش بازی ها اولا بریم سراغ لولکش محبوب دنیای بازی ویدیویی یعنی ماریو جدیدترین بازی این سری یعنی سوپر ماریو میکر که تو انحصار کنسول ویو نینتندوه تا حالا تونسته 3.5 میلیون نسخه بفروشه این خبر رو نینتندوی آمریکا اعلام کرد علاوه بر این نینتندو اعلام کرد که تا حالا هفت ممیز دو میلیون مرحله توسط کاربر ساخته شده و 600 میلیون بار این مراحل بازی شده خیلی 600, 600 میلیون نمیدونم خب حالا میرم سراغ آمار فروش یه بازی محبوب دیگه یعنی گرند تفت 5 که بدون شک یکی از موفق ترین بازی های سالهای اخیر بود تونسته تا حالا بیش از 65 میلیون نسخه بفروشه این خبر رو تیک تو در جریان کنفرانس مالی خودش اعلام کرد نکته جالبم اینه که تو ماه بهمن اعلام شده بود که این بازی 60 میلیون فروخته بود توی سه ماه تونسته 5 میلیون دیگه هم بفروشه که خیلی جالبه بود خیلی بعد این هم دوستان دارن پول پارو میکنن آره حالا از آمار فروش بیایم بیرون و بریم سراغ یه سری خبر در مورد بازی های جدید اولیش مربوط به بازی مورد انتظار گراند توریزم اسپورت که هفته گذشته بالاخره تاریخ انتشارش مشخص شد. بر اساس اعلام رسمی سونی، بازی گرند و اسپورت که در جریان نمایش هفته پاریس به صورت رسمی معرفی شد، قراره که توی تاریخ 15 نوامبر که میشه 25 آبان به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن 4 منتشر بشه. البته ساکنین کشور انگلستان بعد برای تجربه بازی سه روز بیشتر صبر کنن. اینم خوب خوبه بدونین که بازی گرند توریسم اسپورت هیچ ربطی به گرند توریسم هفت نداره. تکذیب میکنه هر گونه ارتباطی رو هفته پیش هم یه بازی دیگه هم به صورت رسمی تایید شد اونم مجموعه بتمن ریترن تو آرکام بود این بازی شامل دو نسخه ریمستر بازی های بتمن آرکام اسایلم و بتمن آرکام سیتیه و قراره پنج مرداد منتشر بشه این خبر رو کمپانی برادران وارنر با انتشار یه تریلر اعلام کرد که دارین میبینین الان و برای کنسول های ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 منتشر میشه قیمت بتمن ریترن تو آرکام هم 49 دلار و 99 سنته مادر جان میگم بالاخره تو کوچه شما عروسی شد بتمن بتمن دوستا عروسی تو کوچه بتمن دوستا بازی دوست داشتنی آن رو که میشناسید یه بازی مستقل جمع پلتفرمر که یه شخصیت کامبایی دوست داشتنی به اسم یارنی داشت و توسط استودیو کولد وود ساخته شده بود و الکترونیک آرتس اون رو منتشر کرده بازی که طراحی هنری فوقلاده و گیمپلی چالش برانگیزی داشت تونست نسبتاً موفق عمل کنه حالا الکترونیک آرتس به صورت رسمی اعلام کرده که قصد داره از قسمت دوم بازی رو رونمایی کنه تازه اینو هم اضافه کرده که قسمت دوم دوباره با همکاری استودی کولد وود ساخته میشه چی دیده تو این کولد وود هی داره خب حالا اگر از کسایی باشین که اخبار تکنولوژی رو دنبال میکنن مطمئنا میدونین که هفته گذشته گوگل کنفرانس سالیانه خودش رو موسوم, به گوگل آی او برگزار کرد و توی اون کلی اطلاعات هیجانانگیز در راه اندروید 6 ارائه کرد توی اون مراسم گوگل اعلام کرد که نسخه جدید اندروید که فعلا اسمش انه از یه رابط برنامه نویسی گرافیک جدید به اسم ولکان استفاده میکنه که میتونه گرافیک بازی های موبایل رو به سطح بازی کنسولی برسونه آراشون بغاشو تو بگو راستی حالا اینو میگم اگه میخواین اسم این نسخه اندروید رو انتخاب کنین میتونین برین به سایت android.com/n و اسم دلخواهی که با n شروع میشه رو بزنین من پیشنهاد میکنم حتما نادر رو بزنین برین برین مثلا اندروید, اندروید چیه؟ نادر اندروید نادر فردا مثلا منتشر اندروید نادر منتشرش خب صحبت کنفرانس خبری شد کم کم داریم به زمان برگزاری نمایشگاه ایتری نزدیک میشیم و تقریبا همه زمان کنفرانس های کمپانی بزرگ معلوم شده سونی هم هفته گذشته اعلام کرده که کنفرانس خبری خودشو 13 جوان ساعت 6 به وقت محلی که اگه گفتیم میشه که میشه سه شنبه 25 خرداد ساعت 5 و نیم بامداد برگزار میکنه همونطور که ممکنه بدونین کنفرانس مایکروسافت هم قبلا اعلام شده بود که 24 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران برگزار میشه 9 ساعت 8, 9 ساعت قبل جنگ جنگ <تصفح> جنگ <تصفح> جنگ خب حرف از سونی شد ممکنه هنوزم در حال بازی کردن آنچارت 4 چار باشین اما خوب اینو بدونین که نولان نورس صدا پیشه نیتن دریک گفته که برای حضور توی قسمت بعدی این بازی آماده است اون توی مصاحبه ای که با وبسایت ولچر انجام داده اعلام کرده که بازگشت او برای ایفای نقش توی آنچارتد پنج امری محتمله فقط تنها نکته این مثل اینه که ممکنه ساخت قسمت پنجم آنچارتد آنچارتد به عهده استودی ناتی دک نباشه زبونم لال از الان قمم گرفت زبونت گاز بگیر من باید زبون گاز میگرفتم حالا نمیدونم سنتون به اندازه ما قد میده یا شما خیلی پیرم اما زمانی که ما بچه تر بودیم و یوتیوب وجود نداشت یه وبسایت بود که ما برای دیدن تریلر میرفتیم سراغش اونم gametrailers.com بود بهمن سال گذشته اعلام شد که این وبسایت بعد از 13 سال فعالیت به کار خودش پایان داده و باعث شد که ما همه ما کلی ناراحت اما هفته پیش معلوم شد که وبسایت IGN برای حفظ آرشیو ارزشمند ویدیوهای گیم تریلرز تمام حق و حقوق آنها رو رو در اختیار گرفته و ما میتونیم هر وقت که خواستیم ویدیوهای قدیمیشون رو ببینیم واقعا دستشون نکنه میخواستم بگم ان الله و اینا الله راجون. <تصفح> دیدم نه بازیشته دوباره ویدیو همه تون دیگه هیدیو کوجیما رو میشناسین و میدونین که با کنامی به مشکل خورد و از اون جدا شد رفت استودیوی کوجیما کوجیما پروداکشنز رو تأسیس کرد و همون موقع هم لوگوی جالبش رو نمایی کرد حالا معلوم شده که اسم این شخصیت لودنس و قیافش هم این شکلیه شکلی. شبیه یه آدم فضای عجیب و قریب اسکلتی کوجیما کوجیما از همهمون دیوونه خب دیگه هم, هم, هم سینما و تلویزیونه سریال فرار از زندان یادتونه این سریال اولین سریالی بود که من توی زندگیم دیدم و هنوزم که هنوز فصل یکش برای من یکی از بهترین های تاریخ تلویزیونه پارسال معلوم شد که قرار فصل جدید ده قسمتی از پریزون بریک تولید بشه و عواسط هفته گذشته هم اولین تریلرش منتشر شد و مشخص شد که سریال قرار توی پاییز از شبکه تلویزیون فاکس پخش بشه فراموش نکنید کسه مخصوص این سیزن هم ببینید ببین. که نادر و رضا هم نیرفتند در آخر هم یه سری بزنیم به جدول باکس آفیس دیزنی مثل هفته قبل مکانهای اول و دوم و به ترتیب با دو فیلم آمریک... آمریکا کاپیتان آمریکا جنگ داخلی و کتاب جنگل تصاحب کرد و مکان سوم هم در اختیار فیلم مانی مانستر به کارگردانی جودی فاستر و بازی استاد جورج کلونی بله استاد جولیا رابرتس هم بازی میکنه دست بکن. خب مثل همیشه اخبار و حوزه سرگرمی رو توی زومجی بخونین و ما رو توی اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین تا هفته بعد و یه هفته نامه دیگه خدا حافظ